رویاهای کودکانه، نوشته محمد علی قجه. پسرک یا ویلی کوچولو با سرعت می دوید. در میان پسکوچه های تاریک و خیابان های پر رفت و آمد تا شاید بتواند از چنگ پلیسانی که در تعقیبش بودند بگریزد. بیشک اگر این بار گرفتار مأموران می شد مجازات سختی در انتظارش بود، آنچه حتی از تصورش هم واهمه داشت. او بی‌محابا میان جمعیت آبرین می دوید تا فرار کند و بتواند در گوشه‌ای پنهان شود. قلبش به تندی می تپید و قفسه سینه‌اش به شدت می سوخت. عضلات بدنش شدیداً درد می کردند ولی چاره‌ای نبود. باید می دوید تا از زندان و شلاق نجات یابد. او هنوز بسته های سفید رنگ و نفرت انگیز هروئین را در دستانش داشت. از فرط استراب و وحشت دستانش کرخت شده بود و بسته های لعنتی به دستانش چسبیده بودند و قادر نبود که آنها را بیاندازد. لحظه کوتاه ویلی کوچولو به پشت سرش نگریست تا از نبود مأموران مطمئن شود که ناگهان به شدت به یکی از آبرین برخورد کرد و از پشت سر به زمین سرید. پای چپش پیچ خورد و درد یک بار وجودش را پر کرد، اما بر خود مسلط شد و به هر زحمتی بود برخاست و لنگ لنگان به دویدن ادامه داد، در حالی که با خود مرتباً می گفت که باید برم و نباید به چنگشون بیفتم. خدایا کمکم کن. ترس شدیدی وجود ویلی را فرا گرفته بود. او فوراً به داخل یکی از کوچه ها دوید و در حالی که پایش را بر زمین می کشید چندین پیچ تو در تو را پشت سر گذاشت. لحظه بعد وارد یکی از خرابه های خیابان شد، جایی که خلوت و تاریک بود و بوی تعفن زباله هایش همه جا را پر کرده بود. ویلی کوچولو که از سرما و وحشت می لرزید به میان سطله های متعدد زباله رفت و لابلای آنها مخفی شد. اکنون فرصت داشت تا نفسی تازه کند. او چندین نفس عمیق کشید و خسته و بیرمق سرش را بر دیوار سرد خرابه نهاد. سراسر بدنش پر از درد و کوفتگی بود. چندین بار زمین خورده بود. بازوهایش هنوز از ضربات چوب دستی پلیس درد می کرد. از سوی دیگر سرمای بیرحم تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود. هیچ صدایی نمی آمد. تنها تاریکی بود و سکوتی محض. ویلی کوچولو دستانش را بالا آورد و انگشتانش را که از سرما یخ بسته بودند باز کرد. او بسته های کوچک هروئین را کنار سطل زباله گذاشت و سپس در حالی که به شدت می لرزید سعی کرد تا با دمیدن بر دستانش آنها را گرم کند. ویلی پسرکی 13 ساله بود. از چهرهش پیدا بود که به تازگی گرفتار دسته های فساد نیویورک شده. پسرک نوجوانی با صورتی معصوم و دوست داشتنی، اما یکی از عوامل پخش مواد مخدر در محله سنت نیکل. برای پلیسان این پسر طعمه خوبی بود تا به باند بزرگ قاچاقچیان دست پیدا کند و در این میان ویلی کوچولو چه در جنگ با پلیس و چه در جنگ قاچاقچیان محکوم به مرگ و شکنجه بود. اگر مأموران پلیس دستگیرش می‌کردند با شکنجه‌های بی‌رحمانه از او حرف می‌کشیدند و اگر باز هم به نزد جک عقاب باز می‌گشت جز کتک و دشنام چیز دیگری در انتظارش نبود. ویلی از یادآوری اولین باری که به دست جک افتاده بود بر خود لرزید. آن مرد بی‌رحم با زنجیر به جان ویلی افتاد و آنقدر او را کتک زد تا وادار به همکاریش کرد. پس ویلی چاره‌ای نداشت. میبایست این بسته های مخدر را به مشتریانش میرساند، وگرنه شکنجه سختی در انتظارش بود.
در همین لحظات صدای اتومبیل پلیس که خیابانهای اطراف را دور می زدند و در جستجوی او بودند رشته افکارش را پاره کرد. اتومبیل ها پخش شدند و پلیسان هر یک مشغول جستجوی قسمتی از خیابانها و خرابه ها شدند. لحظه بعد او صدای پای پلیسی را که به سوی سطل‌های زباله می آمد شنید و با وحشت خود را میان شکاف دیوار پنهان کرد. پلیس با احتیاط چراغ قوه‌اش را میان سطل‌ها انداخت و لابلای آنها را با دقت نگاه کرد، در حالی که اسلحه‌اش آماده شلیک بود. بیلی کوچولو تا کنون آن حد نترسیده بود. نفسش در سینه حبس شده بود، گویی حنجره‌اش بسته شده. مرد پلیس اندکی جلوتر آمد، اما بوی بد زباله ها به قدری شدید بود که مرد یونیفرم پوش را وادار به عقب نشینی کرد. مرد با خود اندیشید که آن پسرک خوش لباس بدون شک میان این همه زباله های متعفن مخفی نمی شود و سپس برگشت و با احتیاط دور شد. ویلی نفس راحتی کشید، اما ترجیح داد که باز هم آنجا بماند تا همه پلیسان از جستجو برای او دست بکشند و برود. از پاهای لاغر و سستش که به هم چسبانده بود لرزشی اتفاق افتاد. آنها را به هم چسبان تا لرزش آن کاسته شود و سپس زانویش را در آغوش گرفت تا گرم شود. این اولین باری نبود که ویلی در سرمای زمستان میان خرابه ها پنهان می شد. بارها و بارها ناچار شده بود که ساعاتی طولانی در گوشه ای مخفی شود تا از چنگ پلیسان رهایی یابد. برای پسرکی چون او راه دیگری نبود. ویلی کوچولو پای چپش را خم کرد و آرام آرام ماساژ داد. درد پاهایش اندکی کاهش یافت. دقایقی بعد اتومبیل‌های پلیس ناامید شدند و یک به یک خیابان را ترک کردند و پس از آن باز هم سکوت بود و صدای زوزه باد زمستانی که با شتاب از خیابان‌ها و سکوت خلوت آنها می‌گذشت. بیلی کوچولو سرش را بر دیوار نهاده و آه بلندی کشید و گفت: نجات پیدا کردم. ویلی بسته‌های هروئین را برداشت، در جیبش نهاد و حرکت کرد. میبایست 3 بسته مواد را به در خانه مشتریان میرساند، وگرنه جک عقاب او را تکه پاره میکرد. مدتی بعد به خیابان اصلی رسید. خاک و آلودگی های لباسش را تکاند و به اطرافش نگریست تا از نبود مأموران اطمینان یابد و سپس میان جمعیت انبوه آبران فرو رفت. کمی جلوتر برای تحویل اولین بسته به یکی از کوچه های فرعی پیچید. اما به محض ورود به کوچه با چند پسر ولگرد مواجه شد. تا کنون چندین بار توانسته بود بدون آنکه دیده شود به انتهای کوچه برود و بسته را به خانه مورد نظر تحویل دهد. اما این بار پسران او را غافلگیر کردند. ویلی کوچولو با ترس گفت: اذیتم نکنید، بذارید برم. یکی از پسران با لحن تهدیدآمیزی گفت: کوچولوی خوش زبون، ممکنه یه دفعه عصبانی بشم و زبون کوچولو تو ببرم. تا حالا چند بار از چنگ من فرار کردی، اما این دفعه نمیتونی. ویلی گفت: من پولی ندارم، باور کنید. اون گفت: من یکی از اون بسته‌هات رو میخوام. ویلی گفت: او نه، امکان نداره. ناگهان یکی از پسران چاقوی تیزی رو بیرون کشید و گفت: حالا چی؟ ویلی گفت: نمیتونم، حتی اگه منو بکشید. پسر خشمگین شد و چاقویش را به قصد تهدید به سمت ویلی گرفت. ناگاه تیغه چاقو دست ویلی را که برای دفاع از خود جلو آورده بود زخمی کرد و خون جاری شد. پسران با دیدن خون وحشت کردند و به سرعت پا به فرار گذاشتند. بیلی کوچولو با دست خونالود به سوی خانه انتهای کوچه دوید و در زد. مردی ژنده پوش در را گشود و با دیدنش او را به داخل خانه کشاند و گفت: بسته را بده. بیلی کوچولو بسته هروئین را به مرد داد و گفت: حالا بذاریم برم. مرد گفت: پسر جون، تو نمیخوای از این امتحان کنی؟
بیلی گفت نه آقا نه. بیلی با عجله از خانه بیرون دوید و رفت. مدتی بعد به دومین محله رسید. خانه که متعلق به یک مرد ثروتمند بود و مرد مهربانی به نظر می رسید و اغلب ویلی را به قهوه گرم و شیرینی دعوت می کرد، او را در این محل از آزار و اذیت ولگردان در امان می داشت. ویلی نفس زنان به در خانه رسید و در زد. مرد ثروتمند در را باز کرد و با دیدن ویلی گفت خوشحالم که می بینمت، بیا تو. ویلی کوچولو داخل شد. بسته را به مرد داد و گفت آقا این هم بسته شما. مرد بسته را تحویل گرفت. ویلی را به اتاق پذیرایی برد. خانه مرد با گچکاری ها و آینه کاری های ماهرانه‌ای تزئین شده بود. آنجا خانه‌ای بود که ویلی آرزوی زندگی در آن را داشت. یک خانه گرم با خوردنی های خوشمزه. آنچه ویلی کوچولو مدت ها از آن محروم بود. او بر صندلی نشست و سپس خدمتکار منزل برایش کیک و قهوه داغ آورد. مرد به ویلی گفت بخور پسر جون. ویلی گفت ممنونم آقا. ویلی قهوه رو برداشت و با کیک مشغول خوردنش شد. گرما و طعم خوش قهوه برای ویلی لذت بخش بود و تجربه عالی حساب می شد. مرد پرسید پسر جون چند وقته که وارد این گروه شدی؟ ویلی گفت نمیدونم آقا، یه ماه، شایدم دو ماه. من دیگه اسیر اونا شدم و راه فراری ندارم. مرد گفت تو اعتیاد داری؟ ویلی گفت نه آقا، من معتاد نیستم. مرد گفت ولی اونا بالاخره وادارت میکنن که معتاد بشی. برای پسری مثل تو باعث تأسفه. ویلی بعد از آن که خودش را کنار آتش شومینه گرم کرد برای رفتن آماده شد و گفت آقا من باید آخرین بسته را هم تحویل بدهم وگرنه منو کتک میزنن. مرد گفت میفهمم، پس بهتره که زودتر بری. ویلی برخاست و به همراه مرد به سوی در رفت. مرد موهایش را نوازش کرد و گفت موفق باشی پسر. هر وقت که به کمک نیاز داشتی پیش من بیا. ویلی از مرد تشکر کرد و با عجله رفت تا آخرین بسته را هم تحویل دهد. سومین محل در محدوده نجات پرستان امریکایی بود. خوشبختانه آنها با پسرک کوچکی مثل ویدی کاری نداشتند. اما در هر حال ناچار بود تا با احتیاط عمل کند. چندین مرتبه ویلی کوچولو در میان درگیری های نجات پرستان با پلیس آمریکا و آتش سوزی های شدید ناچار شده بود به هر نحوه ممکن بسته را تحویل دهد. اما در آن شب از درگیری خبری نبود. مردان نجات پرست مانند همیشه در وسط خیابان آتش بزرگی برپا کردند و گرد آتش حلقه زده بودند. ویلی با ترس و احتیاط از کنارشان گذشت. هر لحظه انتظار آن را داشت که بر سرش بریزند و تا حد مرگ کتکش بزنند. اما اتفاقی نیفتاد و او به در خانه سوم رسید و آرام در زد. زن جوانی در را باز کرد. ویلی را به داخل خانه دعوت کرد. آن زن با وجود اعتیاد شدید به هروئین هنوز هم زیبا بود. او برای ویلی تعریف کرده بود که چگونه یک ستاره بزرگ سینما شده و مرتباً ویلی را پسر خوشگله صدا می زد. اگر ویلی اندکی بزرگتر بود او را هم دچار اعتیاد شدید و فسادهای گوناگون می کرد. ولی نگاه معصومانه ویلی مانع از آن بود که آلوده اش کند. او ویلی را کنار خود کشید و همان هذیان‌های گذشته را آغاز کرد. ویلی مجبور بود به آرزوها و سخنان تبالود زن گوش دهد. در غیر این صورت زن تنها از او می‌رنجید و ویلی نمی‌خواست چنین کند. آن زن هم مانند ویلی تنها بود و بی‌پناه. اگر یک روز بسته های متعفن هروئین به دستش نمی رسید حاضر بود برای تهیه مواد مخدر دست به هر کاری بزنن. برای زن ویلی پیک خوشبختی بود. پسری که از مصاحبت با او لذت می برد و برای او مواد می آورد. زن با ویلی سخنان بسیاری گفت. حرف هایی که ویلی کوچولو تنها اندکی از آنها را درک می کرد. می گفت من معتاد شدم برای اینکه ناچار بودم.
زنده ام برای اینکه ناچارم. البته اسم این رو نمیشه گذاشت زندگی ها. یه هنرپیشه وقتی دوران شهرت طلاییش به پایان میرسه باید همه چی رو فراموش کنه و برای مردن تو گوشه کنار خیابونا آماده بشه. میفهمی پسر؟ در اون لحظه مثل همیشه ویلی کوچولو با تأسف سرش رو تکون داد تا لااقل به زن بفهمونه که به حرفاش گوش میده. دقایقی بعد ویلی کوچولو با اندیشه به سخنان عجیب زن جوان از خانه خارج شد تا به نزد جک عقاب بازگردد. اگرچه بارها و بارها به ذهنش خطور کرده بود که از همین راه بازگردد و برای همیشه فرار کند، اما در آن صورت جاسوسان جک عقاب او را پیدا می کردند و به دست جک می سپردند. پس راه گریزی نبود. ویلی با درماندگی به سوی شکنجهگاه خود حرکت کرد. پاهایش می لرزید. دستانش کرخت شده بود و مغزش سراسر انباشته از ترس، نومیدی و بیپناهی. کودکی بیپناه در میان درندگان خیابانی شانس زیادی برای زندگی نداشت. اما تمام لحظاتی که برای زندگیش التماس کرده بود را بیاد آورد. جک عقاب و زیر دستانش یک به یک ویلی کوچولو را آزار داده بود. ویلی به هیچ یک از آنها اعتماد نداشت. او ناچار بود در میان قاتلان و بیرحمان زندگی کند و هرگاه که پلیسی را می‌بیند از وحشت به خود بلرزد. راه طولانی بود و با این حال ویلی کوچولو با سرعت آن را می‌پیمود. اگرچه تمایلی برای رفتن نداشت، اما ترس وحشت از جک بیرحم او را چنین بی اختیار به لانه کفتارها باز می گردن. ساعتی بعد او خسته و دردآلود به مقر جک عقاب برگشت. بلگردان خیابانی با دیدن او فریاد زنان به افراد جک عقاب خبر دادن و سپس بیل پاگنده دوان دوان خود را به او رساند. بیل مردی میانسال با هیکلی درشت و تنومند بود و کلهی بدون موی او اولین چیزی بود که نظر بیننده را جلب میکرد. با چشمانی پف آلود و لبهای کلفت و گشاد و موهای بوری بر پوستش، ویلی کوچولو با دیدن او اطمینان یافت که تنبیه سختی در انتظارش است. بیل پاگنده شلاقش را بالا برد تا بر ویلی فرود آورد و در آن حال نعره کشید که چرا دیر کردی؟ ویلی کوچولو که رمقی در پاهایش نبود بی اختیار در برابر این کوه تنومند زانو زد و با صدای لرزانی گفت: اشتباه کردم آقای کمپ، دیگه تکرار نمیشه، قول میدم. بیل که ناتوانی ویلی کوچولو را دید به رحم آمد و شلاق را آرامتر فرود آورد. با این وجود شلاق زوزه کشان بر پهلوی ویلی چنگ زد. ویلی از نیش شلاق بر بدنش نالی کرد که با ترس آن را میان دندانهایش فشرد. بیل با خشم گفت: بلند شو، با من بیا بچه. ویلی کوچولو اگرچه تمام بدنش پر از درد و کوفتگی بود، اما با شنیدن صدای بیل پا گنده به سرعت از جا پرید تا هرچه سریعتر به دنبال قدمهای بلند او به نزد جک عقاب برود. قلب ویلی به تندی می تپید. جک عقاب بدون شک از تأخیر او بسیار عصبانی بود. همونطور که ویلی کوچولو به دنبال بیل روان بود، ولگردان و معتادان بسیاری گرد آنها حلقه زده بودند تا به تماشای مجازاتش تفریح کرده باشند. هر یک از این موجودات پست با کلماتی زشت ویلی را خطاب می دادن و مرتب می گفتن: ای پسره، جک بزرگ پاره پارت می کنه، بهتری بگی مامانت بیاد. ویلی در آن حال تنها ناچار بود به دنبال ویل دوان دوان وارد ساختمان شود و به این جمعیت وحشت انگیز توجهی نکند، در حالی که با خود می گفت: چرا همه این مردم از من متنفرند؟ او تقریبا همیشه این سوال را از خود می پرسید. واقعیت این بود که آنها آزار می دادند، شکنجه می کردند، چرا که دیوانه بودند. اما ویلی کوچولو دیوانه نبود و همین سبب نفرت این جمعیت از او شده بود.
لحظاتی بعد از میان جیره خوران جک عقاب، بیل پا گنده و به دنبالش ویلی کوچولو از راهروها و پله‌ها گذشتند و به مقابل در بزرگ اتاق جک رسیدند. اتاقی که به چهار دیواری وحشت معروف بود. ویلی کوچولو قبل از ورود به اتاق به آن سوی راهرو نگاه کرد. پیتر سیاهه و لوسی با نگاه‌های مضطربشان او را بدرقه کردند تا به ملاقات مرگ برود و سپس بیل پاگنده در را گشود و او را به داخل اتاق هل داد. لوسی دختر 21 ساله‌ای که از اسیران جک عقاب بود با ناراحتی گفت خدا به فریادش برسه و پیتر 17 ساله با رنگ پلیدگی گوشهایش را تیز کرد تا کوچکترین صداها را از اتاق وحشت بشنود. شاید برای هر کس که اولین بار به دیدارش می رفت چنین تداعی می شد که به راستی جک عقاب به هیچ چیز نمی اندیشید جز قدرت و پول و به دنبال آن هراسی که از مردم و یا کشته شدن ندارد. مردی میان سال با ریشهای مدل زده شده و باریک با خالکوبی های دیوانوار روی تمام بدنش، حتی قسمتی از این خالکوبی ها بر روی بازوی راستش با برداشت پوست عمق پیدا کرده بود و هنوز قیمتی و قابل مشاهده بود. سراسر اتاق تاریکش با شمع‌های گوناگونی که به تندی می‌سوختند پر بود. این مرد در آن اتاق مخوف با شمع‌هایی که بی‌وقفه می‌سوختند همیشه تنها بود. او کمتر با کسی سخن می‌گفت و فقط پیل پاگنده بود که با او نزدیکی و دوستی بیشتری داشت. ما بقی همگی دست نشانده و نوچه های بی مقدارش بودند که پس از هر بار جمع‌آوری پول های شهر به نزدش آمده و پس از برداشت سهم خود آن را دست شده به رئیسشان تحویل می دادن. کسی نمی دانست که او به واقع چقدر ثروت دارد. کسی که حتی اکثر پلیسان آن شهر را هم به خدمت گرفته بود. جک بزرگ به آرامی از کنار پنجره چرخید و بر صندلی طلایی‌اش تکیه زد و در آن حال با چشمانی بی‌رحم به پسرک نحیف که از ترس می‌لرزید خیره شده بود و پرسید اسمت؟ گفت ویلیام قربان. گفت دیر کردی؟ ویلی گفت پلیس‌ها دنبالم بودن، ناچار شدم مدت طولانی فرار کنم و میون زباله‌ها پنهان بشم. متاسفم قربا. جک گفت بارها گفتم که طبیعی رفتار کنید تا کسی به شما مظنون نشه. اینطور نیست؟ بیلی گفت قربان حق با شماست، اما من تازه کارم و هنوز میترسم. بیلی قبل از آن که تنبیه شود آرام بر زانویش نشست و با لحنی ترحم انگیز گفت منو عفو کنید قربان، به من فرصت بدین تا جبران کنم. ویلی که در آن حال منتظر هر تنبیهی بود به یک باره و با تعجب شدید شنید که بلند شو برو، این آخرین فرصتیست که به تو میده. ویلی کوچولو با سرعت برخاسته و بیدرنگ از اتاق بیرون دوید. او تنها به این اندیشید که نجات یافته. هنگامی که از اتاق خارج شد و از میان محافظان غول پیکر گذشت و نزد دوستانش بازگشت، از فرط وحشت کاملا سوس شده بود و بیان که قدرت تکلم داشته باشد تنها به سوی تخت خوابش دوید و در میان پتویش پنهان شد. با آنکه غذایی نخورده بود ترجیح داد هر چه زودتر بخوابد، هرچند که فردا هم روز نفرت انگیز دیگری بود تا مواد مخدر بفروشد یا به دست پلیسان گرفتار شود. دقایقی گذشت، تپش قلبش اندکی آرام گرفت و توانست پلک‌هایش را بر روی هم گذارد و در آن حال صدای دلنواز و مهربان لوسی را شنید، دختری که مانند خواهرش به او محبت می‌کرد و در این مدت کوتاه از آزار سایر بچه‌ها محافظتش کرده بود. لوسی به آرامی زمزمه کرد که ویلی عزیزم کتک خوردی؟ گفت نه ولی خیلی ترسیدم. لوسی گفت نگران نباش، من اینجا کنار تو هم، نمیذارم بترسی کوچولوی خوشگل من.
ویلی بی اختیار دست لوسی را روی گونه‌اش چسباند و با صدای لرزانی گفت: لوسی، من نمیتونم تحمل کنم. باید منو بکشی، خواهش میکنم. لوسی با ناراحتی از جا پرید و گفت: این چه حرفیه؟ نگران نباش، همه چی درست میشه. ویلی گفت: نه، هیچ وقت درست نمیشه. فردا خودم رو تسلیم پلیس میکنم، لااقل پیش اونا شکنجه نمیشم. گفت: اما اونا تو را هم اذیت میکنن، تا بقیه رو لو بدی. خواهش میکنم یه ذره تحمل داشته باش، شاید اتفاقی بیفته و ما هم از این شرایط نجات پیدا کنیم. لوسی دست ویلی رو نوازش کرد و گفت: گرسنه ای؟ نه، برات ساندویچ آوردم، بیا بخور عزیزم. هرچند که ویلی اشتها به خوردن نداشت، اما گرسنگی وادارش کرد که غذا را به هر شکل ممکن بخورد. لوسی که در حال فکر کردن بود، پس از لحظاتی سکوت با لحنی امیدوارانه گفت: فهمیدم. به بیلی پاگنده میگم تا بذاره یه چند وقتی با من بیای تا با هم کار کنیم. اینطوری کمتر تو خطری و اگه اتفاقی بیفته منم میتونم ازت محافظت کنم. بیلی در حالی که محکم دستان لوسی را فشرد با خوشحالی گفت: اگر قبول کنن خیلی خوب میشه، دیگه تنها نیستم. لوسی موهای ویلی رو نوازش کرد و در حالی که از اندوه آه میکشید، تهمانده غذای ویلی رو از او گرفت و پتو رو دوباره روی او انداخت و گفت: بخواب عزیزم، الان با بیلی صحبت میکنم. او لحظاتی بعد آنجا را ترک کرد. ویلی کمی آرام گرفت و چشمانش را برهم گذاشت. لوسی چه مهربان بود. دختری با موهای قهوه‌ای و بلند، لاغرندام و زرنگ و چالاک، با چهره‌ای معصوم و دوست داشتنی. او با انسان دوستیش توانسته بود خود را در میان جمع به عنوان دختر بی‌نظیری معرفی نماید و کمتر کسی بود که به او پاسخ نه بدهد. دقایقی بعد لوسی در حالی که از میان بچه های کمپ که مشغول بازی و قمار بودن میگذشت و به درخواست آنها برای ملحق شدن به بازی پاسخ منفی میداد، در جستجوی بیل پاگنده تمامی دالانها و اتاقهای مقر جک را جستجو کرد و سرانجام در اتاق خلوتی بیل پاگنده را که مشغول مشروب خوردن و جمع‌آوری حساب رئیس بود پیدا کرد. بیل پاگنده با دیدن او کمی جا خورد و به دستیارش اشاره کرد تا پولها را در گوشه میان دفاتر مخفی کند و سپس پرسید: لوسی، خوبی؟ گفت: بله آقا، البته که خوبم. هر وقت که قصد کمک کردن به انسانی رو دارم خوبم. پاگنده گفت: خب. لوسی گفت: بیل، یه خواهشی دارم، قول میدم جبران کنم. گفت: چه خواهشی؟ گفت: بذار این پسر ویلی از فردا با من بیا. اون راه و روش کار رو بلد نیست، ممکنه خرابکاری کنه. یه مدت آموزشش میدم تا راه بیفته و بعد خودش بره. اگه ممکنه اجازه بده. بیل مکسی کرد و به فکر فرو رفت. لوسی از جذابیت زنانگیش استفاده کرد و با لحنی دلنشین خواهشش را تکرار کرد. گفت: خواهش میکنم قربان، لطفاً باور کن، جبران میکنم. بیلی که وسوسه شد تا از این فرصت از دختر جوان سوء استفاده بکند، پرسید: باشه، اما در ازای اون چطوری جبران میکنی؟ لوسی که متوجه منظور نفرت انگیز بیل شده بود، به خاطر ویلی کوچولو سعی کرد تا به خودش مسلط بشه و به آرامی گفت: من بی ارزشتر از اینم که با من دوست بشید، ولی اگه کمکم کنید تا اون پسره بیگناه آزاری نبینه حرفی ندارم. فقط اجازه بدید که با من بیاد، اون هیچ پناهی نداره. بیل که به تصور خودش معامله ارزشمندی کرده بود برخاست و در حالی که هیکل تنومندش بر لوسی سایه افکنده بود نیشخندی زد و گفت: پس مشکلی وجود نداره، از فردا با خودت ببرش، اما هر اتفاقی افتاد به عهده خودت. سپس به سمت دختر خم شد و در گوشش زمزمه کرد که: ضمناً از این به بعد رفیقم میشی. لوسی که سعی داشت
خودش رو کنترل کند به آرامی گفت میتونم برم قربان؟ بیل گفت البته تا فردا که دوباره ببینمت. همینجا و همین محل. دختر خوب و حرف گوش کن. لوسی لبخند تلخی زد و اتاق را ترک کرد. او در آن لحظه دریافت که در ازای نجات ویلی کوچولو ناچار از تن به پای سنگین و دردناکی بدهد. بیل پاگنده مردی نفرت انگیز بود که مدتها مترصد همچین فرصتی بود تا دختر بیچاره را در چنین اجباری قرار دهد. و حال این زمان فرا رسیده بود. برای لوسی که هیچگاه به اعمال زشت تن نداده بود، اکنون ورق برگشته و زمان به زانو در آمدن در برابر دنیای بیرحم بود. اما در ازای آن پسرک کوچولو دیگر آزار نمی دید و جانش به خطر نمی افتاد. بیلی کوچولو در تخت خوابش ماند و آنجا مانند همیشه منتظر آمدن لوسی بود. اما این بار لوسی با تأخیر به نزد او آمد، شاید یک ساعت دیرتر. چهرش رنگ پریده بود و آشفته و تا آن حد که حتی ویلی هم متوجه حال پریشانی او شد و در حالی که دستان سرد و لرزان او را گرفت گفت لوسی مگه مریض شدی؟ گفت نه عزیزم، نگران نباش، فقط کمی خستم. خوشحالم که با منی و کسی نمیتونه تو رو اذیت کنه. حالا هم کنارت میمونم. از اینکه دیر کردم منو ببخش. ویلی دستان لوسی را فشرد و گفت پیشم میمونی تا بخوابم؟ گفت البته عزیزم، بخواب. لحظاتی بعد ویلی با نوازش‌های لوسی به خواب رفت. او خوابید، بی خبر از اتفاقهای تلد و دردناکی که برای دختر جوان افتاده بود. لوسی از یادآوری لحظه‌ای که مرد خوب صفت او را با خشونت در آغوش گرفت و با تهدید ناپاکش کرد، بدنش به لرزه درآمد و پیشانیش خیس عرق شد. هنوز نمی‌توانست باور کند که چه آسان مغلوب این گرگ خونخوار شده است. و هنوز گلویش از خشونت دستان بیل پاگنده می‌سوخت. او سعی کرد تا با بالا دادن یقه‌اش جای چنگ مرد وحشی بر پوست گردنش را بپوشاند. او قادر نبود که انتقام بگیرد، چرا که به ویلی کوچولو قول داده بود همیشه در کنارش بماند و بیل پاگنده که می دانست دختر بیچاره تا چه حد انسان دوست است او را وسیله سوء استفاده‌اش قرار داده. بغض شدیدی گلوی لوسی را فشرد تا آنجا که احساس کرد در حال خفه شدن است و سپس بیان که قادر به کنترل خود باشد بی صدا و در حالی که به شدت می لرزید شروع به گریه کرد. بیاد آورد که چگونه به مرد شیطان صفت التماس کرد و کنج همان اتاقی که از مرد درخواست کمک کرده بود لحظاتی زجر آور برایش رقم خورد. او لحظه به لحظه به سخنانش با مرد فکر کرد. بیلی خواهش میکنم، چطور میتونی با من این کارو بکنی؟ به خاطر ویلی کوچولو، مگه تو انسان نیستی؟ التماس میکنم به من رحم کن. اما در برابر این کلمات تنها یک جمله شنید: خفه شو، اگه مقاومت کنی اون پسر بچه رو انقدر آزار میدم تا جلوی چشمای قشنگت بمیره. و لوسی نتوانست پسر کوچولو را نادیده بگیرد و به خواسته مرد کثیف تن داد. او که به شدت از لحاظ روحی آسیب دیده بود، حال چگونه میتوانست زنده باشد و امیدوار؟ برای او که دیگر هیچ چیز خوشحالش نمیکرد. برای او که دستمایه یک کامجویی جنسی شده بود. لوسی سعی کرد بر خودش مسلط شود و دست از گریه کردن بردارد. اما آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد. دلش میخواست از ته دل فریاد بزند و زاری کند. اما همه در خواب بودند و در حالی که با دستانش جلوی دهانش را گرفته بود آهسته هق هق میکرد و اشک میریخت. تمام راههای فرار به سویش بسته بود. یا باید با بیلی پاگنده کنار میامد و یا زجر و شکنجه شدن ویلی کوچولو را میدید.
پسرک دوست داشتنی که او را وادار به تسلیم شدن در برابر ویلی پاگنده کرده بود. با خود اندیشید که فدا شدن برای نجات انسانها تلخ است، اما ارزشمند. او هم برای این درد و رنج شدید و آزاردهنده دلیلی جست و اندکی آرامتر شد. و لحظه بعد با دستمال یادگاری مادرش آخرین اشکایش را پاک کرد و در حالی که به آرامی گونه ویلی را میبوسید زمزمه کرد: عزیزم، لااقل اگه من ناراحتم تو خوبی و این منو دلداری میده. مهم نیست که چه اتفاقی برام میفته. سپس آرام آرام اتاق را ترک کرد و به سوی رخت خوابش رفت تا بلکه بتواند اندکی بخوابد و از شوک بزرگی که او را هم شکسته بود رهایی یابد. او به رخت خواب رفت و کوشید تا بخوابد، اما آنچنان در افکار آزاردهنده غرق بود که حتی لحظه نیز نتوانست پلک برهم بزند. در تمامی ساعت شب به مرگ می اندیشید، اما به پسرک قول داده بود که کنارش باشد، پس چگونه می توانست خودکشی کند و از زندگی زجرآوری که در آن گرفتار شده بود رهایی یابد؟ اما افسوس که حتی انتخابی نداشت و این راهی بود که ناچار به تجربه لحظه به لحظه تلخام بود. مسلماً مرد طماع از این پس او را بیش از این آزار می‌داد و لذت می‌برد. لوسی باز هم به یک مرگ شیرین اندیشید. مرگی بدون درد که او را از همه بدبختی‌ها نجات می‌داد. اگر او می‌مرد، دیگر بیلی پاگنده نمی‌توانست او را مورد تجاوز و آزار قرار دهد. دیگر هیچ کس قادر نبود اسیرش کند. با مرگ او شاید اتفاق تازه‌ای رخ می‌داد و دنیا از این همه ظلم و لگدکوبی انسانیت به خود می‌آمد. با خود اندیشید که فردا هم باید به رفتارهای نفرت انگیز آن تن دهد و این بار حس سرخوردگی شدیدی وجودش را پر کرد. از این پس هر بار که بیلی پاگنده او را فرا می‌خواند، می‌بایست چون دختری هرزه به آغوش او می‌رفت و به همه آن لحظات کثیف چشمانش را می‌بست. لوسی به نفس نفس افتاد. او سردی تیغ تیز را بر مچ باریک دستش حس کرد. هنوز چشمانش بسته بود. با یک فشار کوچک و نه چندان عمیق بر روی رگ دستش در رخت خواب تا خونریزی کامل می‌ماند. اگرچه به پسرک قول داده بود، اما با این اتفاق ناگواری که ساعتی قبل تجربه کرده بود دیگر نمیتوانست زنده بماند و از خودش متنفر شده بود. از اینکه یک دختر است و مردان به راحتی میتوانند آزارش دهند و هرچه تلاش کرد تا خود را متقاعد کند و با شرایط کنار بیاید نتوانست. لوسی در تردید بود. دستانش میلرزید. تیغ به مچ دستش چسبیده بود و گویی نیازی به اراده او نداشت تا پوستش را بدرد. ثانیه ای گذشت. دختر جوان نفسش را حبس کرد و سپس جریان گرم و فواره خونش را که مشتاقانه از کالبد زنانش بیرون می جهید حس کرد. تیغ به سرعت رگش را دریده بود. خون او میان پتوی سفیدش دوید. آنچنان سریع و پرشتاب که گویی از همان بد و انعقاد در رگهایش آرزوی جز این نداشته است، اما آرام و بی صدا به تمام لحظات زندگیش اندیشید. به کودکیش، به پدر و مادرش، به تمام انسانهایی که به او ظلم کرده بودند و به ویلی کوچولو. همچنان که خون روان بود و او در فکر این مسائل. اگرچه تلاشش را کرد تا در کنارش باشد، اما حس نفرتی که از ناپاکیش دامنگیرش شده بود رهایش نکرد تا در اوج ناچاری دست به خودکشی زد. او در آن حال با پسرک کوچولو وداع کرد و کم کم سست شد. دیگر چشمانش اطراف را نمی دید. تپش قلبش کند شد و در حالی که لبخندی بر لب داشت، بر بستر سپیدش در حالی که همه خواب بودند مرد. بر کنج در اتاقش ویلی کوچولو ناباورانه و بغض آلود ایستاده بود و شوکه شده صحنه جان دادن دختر مهربان را نظاره می‌کرد. لوسی مهربانش در برابر چشمانش مرده بود.
سحرگاه بود. گرگ و میشی دلتنگ کننده که برای ویلی کوچولو تنها خبر از یک روز تلخ دیگر داشت. لوسی دختر مهربانی که تنها امیدش برای بودن در مقر جک عقاب بود مرده بود و دیگر نمیتوانست در آنجا بماند. نمیدانست که چگونه توانسته است که از آن کمپ نفرت انگیز دزدان و معتادان فرار کند و تنها به دویدن و دور شدن میاندیشید. خیابان‌های خلوت و ساکتی در دور تا دور قرار داشتند و هنوز جنب و جوش روز آغاز نشده بود. لحظه‌ای ایستاد تا آدرس اداره پلیس را در ذهن آشفته‌اش مرور کند. چندین تقاطع دیگر تا آنجا باقی مانده بود. راه طولانی بود، اما ویلی که چاره‌ای جز پیمودن آن نداشت با شتاب بیشتر شروع به دویدن کرد. هر از گاهی در آن تاریکی غمالود آواره ای را می دید که در گوشه فرو رفتگی مغازه‌ای و یا در کنار سطل بزرگ زباله‌ای چنبره زده و یا از فرط بیچارگی بیهوش و نیمه جان افتاده است. با آنکه چیزی برای نهادن بر دستان دراز شده آنها نداشت، اما کوشید تا سکه های اندکی که در جیبش باقی مانده بود بین یک آنها تقسیم کند. پس از آن دوباره به اداره پلیس اندیشید و به اینکه فرصت زیادی برای تسلیم شدن باقی نمانده است که چرا با فرارسیدن روز مأموران جک عقاب بیشک به سراغش می آیند. در این اندیشه دوباره به دویدن ادامه داد. مدتی بعد در حالی که از شدت دویدن به نفس نفس افتاده بود و در تقاطع آخر ما بین ساختمان‌های سر به فلک کشیده پرچم پلیس ایالتی را دید که با نسیم خنک سحرگاه به آرامی به خود می‌پیچید، او به اداره پلیس رسید. به اداره پلیس رسیده بود و داشت به آرزویش نزدیک می‌شد. با آنکه مردد بود اما سرانجام داخل شد. او مقابل پلیسی که پشت میز نشسته بود رفت و در حالی که از ترس می‌لرزید بسته‌های مواد مخدر را که در دستش پنهان کرده بود نشان داد و گفت: قربان، من ویلیام و از مقر جک عقاب به اینجا اومدم. اینا مواد مخدره، چیزی که منو وادار به فروشش می‌کردن. دیشب لوسی، دختری که همیشه کمکم می‌کرد، همونجا خودشو کشت. نمی‌دونم برای چی، ولی میدونم که از بیلی پاگنده خیلی بدش میومد. شایدم اون اذیتش کرد. خواهش میکنم کمکم کنید. من دیگه نمیخوام برگردم اونجا. اونا باید مجازات بشن. مرد پلیس که از حضور پسرک کوچولو در آن وقت صبح شوکه شده بود، حیرت زده از جا پرید و افسر ماوقش را صدا زد. افسر سراسیمه به نزد پسرک آمد. مواد را از رو گرفت و در حالی که سعی میکرد آرامش کند گفت: پسر جون، نترس. ما مدت هاست که میخواییم اون خوناشامو پیدا کنیم. تو واقعا از اونجا فرار کردی؟ نگران نباش، همین الان ترتیبشو میدم، تو از اینجا تکون نخور. لحظاتی بعد با دستور افسر پلیس، اکیپ کاملی از مأموران مسلح پلیس در محل حاضر شد و ماشین‌های چراغگردانشان خیابان را پر کردند. مدت‌ها بود که در جستجوی جک عقاب بودند و حال این فرشته کوچولو در یک سحرگاه از راه رسیده بود تا پناهگاه این قاتل بزرگ را نشانشان دهد. افسر پلیس در حالی که با عجله همه را آماده رویارویی با پناهگاه جک عقاب می‌کرد، پسرک را همراهی نمود تا سوار ماشین او شود و در آن حال رو به پسرک کرد و قبل از آن که آدرس را از او بپرسد با لبخند پرسید: گفتی اسمت چی بود؟ ویلی در حالی که صدایش را صاف می‌کرد با غرور گفت: من ویلی هستم، ویلی کوچولو. خب دوستان، این بود داستان رویاهای کودکانه نوشته محمد علی قجه. بسیار بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.